این بحثم خیلی داغ شد متاسفانه اون موقع اون برنامه که 18 سال رو ارتباطاتی که با سرمربی وقت تیم ملی بود همون موقع همه به اذعان میگفتن ارتباط برقرار که یه سری بازیکن ببرن لژیونر کنن رابطش هم این کادره کادر فنی وقت تیم ملی وقت و همون برنامه اسمشون رو میخوام بریم خودم بیارم نه برنامه رو کنیم سرمربی تیم ملی کروش میگین حالا اون وقت خیلی رفیقای شما که اونجا برنامه میشتستن خب ببینید وقتی یه همچین اتفاقی میفته یه همچین ارتباطی برقرار میشه که یارو بره به هر واسطه ای به اون شما میگه نصفشو میدم اون ما هم داشتم پول جا به جا میشود پول جا به جا میشود چی شد که نشد با بنده صحبت شد آقا فلان بازیکنتون میخواده من اینو میبرم بیونفیکا اسکی پس بود با مدیریت یعنی با بنده صحبت شد آقای تاج هم میشسته بود سرمربی و مترجم که آقا این بازیکن ما اینجا ببریم و بودم خیلی خوبه ببرید سرمربی وقت تیم ملی به شما پیشنهاد داد که فلان بازیکنتون میخوام ببرم من ببرم بنفیکا چی شد اسکی کدوم بازیکن مطلبی هست و اینا که بگین کدوم بازیکن بود اگه امکانش هست بگین کدوم بود آه تارو میره خب قبل از این داستان ترکیه پیش بیاد نه دیگه ترکیه پیش اومده بود اینجون مرد آه برگشته بود آقا ما ایشون رو ببریم فلان بکنیم نه بودیم خب بعد این ببریم خیلی هم خوبه اونجا بازی بکنه با این شرط حق باشگاه از قراردادش مثلا اینقدر به ما هم برسه و اینا خب کی اینو دنبال میکرد؟ بعد جالب بود خودش میگه آقا من چیزی نمیگیرم آقا اصلا میگه من چیزی نمیگیرم معلومه یه چیزی هست آقای کروش میگه من چیزی نمیگیرم؟ بله خب ببین یه همچی اتفاقی وقتی بودی افته شما انتظار دارید تو لیگ برتر دست یک دو سه شما نیفته؟ چرا شما نمیپردازید به این مسئله؟ همه هم میدونم همه هم میدونستن چه کسایی اون باندی که مافیای فوتبال برای لژیونر کردن بچه هاست از تیت ملی ببرن اونجا الان هست یا فقط همون موقع بود حالا اون موقع که ما دیگه به وجوه من میدیدم الان دیگه الان تو رسانه بخونم یه کسی مثل شما مثلا خیلی شفاف بیاد یه سه چیزا بگه خب ما استفاده میکنیم ولی بعضی نمیگن مهتی تارومی چرا نرفت به فکر حالا دیگه به اون چرا نبود نه کروش نبود